استاد شهمن با اشاره به حضور نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برنامه‌های تلویزیونی از کلی‌گویی و بی‌برنامه بودن نامزدها برای اداره کشور انتقاد کرد. روزنامه شهروند تاکید کرده نکته پررنگ در مورد برنامه‌های اغلب کاندیداها کلی‌گویی در زمینه مشکلات کشور بود. روزنامه کیهان هم اما از نامزدهای انتخاباتی خواست که برنامه‌های خود را در ادامه مسیر ابراهیم رئیسی ارائه کنند. این روزنامه زیر نظر علی خامنه‌ای نوشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برای ادامه مسیر ابراهیم رئیسی تکلیف سنگینی بر عهده دارند. این روزنامه از نامزدهای انتخاباتی خواست به سمت مدیریت غربی متمایل نشوند. روزنامه مهد تمدن هم به برنامه‌های اقتصادی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و تاکید کرده که مشکلات اقتصادی اولویت اول رای دهندگان است. مهد تمدن سعید جلیلی را مخالف سرسخت برجام معرفی کرده و مسعود پزشکیان را بی تفاوت به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یا FATF. این روزنامه نوشته پزشکیان خود را از جنجال پیوستن یا نپیوستن به FATF کنار کشیده و گفته من کاری ندارم می پیوندین یا خیر. روزنامه جواد هم در مقاله نوشته که کشته شدن ابراهیم رئیسی اصلاح طلبان را شوکه کرد و کار به جایی رسیده که اصلاح طلبان از مواضع اعلام شده از سوی پزشکیان راضی نیستند. جواد تاکید کرده که نامزد رسمی اصلاح طلبان در چارچوب قواعد سیاسی و اخلاقی نظام سخن میگوید. این روزنامه مدعی شده که اصلاح طلبان نه ارتباطی با مردم برقرار میکنند و نه با نامزد رسمیشان. به گفته این روزنامه پایبند ماندن پزشکیان به چارچوب‌های نظام اصلاح طلبان را عصبانی کرده است. در این رابطه حوامشی مهمکرم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. علی حسین در انتخابات قبلی چه در مجلس چه ریاست جمهوری خب کاندیداها به نظر هیچ وقت برنامه خاصی نداشتن، اما به کجا رسیدیم که الان خود حامیان حکومت روزنامه‌های وابسته به حکومت دارن از این انتقاد میکنن؟ این درسته، البته این انتخابات که اصلا فرصتی هم نبود که من خب برنامه ریزی کرده باشم. یکی از ضعف‌های قانون انتخابات جمهوری اسلامی همین بود که نه چنین شرایطی پیش بینی درستی نداشته. اما واقعیت همین که این گفتید، اساسا نهاد ریاست جمهوری اینقدر فاقد اختیارات هست و همون اختیارات قائلش هم توسط نهادهای انتصابی مصادره شده، به طوری که اساسا چه برنامه‌ای میتونن ارائه بکنن؟ بخشی از همین وعده‌های محدودی هم که الان دادن در حوزه اختیارات این افراد نیست، یعنی برای همین ها هم باید برن نظر رهبر جمهوری اسلامی یا حتی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای انتصابی رو جلب بکنن، برای اینکه در سطح معاون وزیر هم حتی یک اختیار ندارن که بتونن در واقع بی معاون وزیری بذارن که فردا ممکنه علی خامنه‌ای خوشش نیاد. یعنی اساسا برنامه ارائه کردن در دیگه این نقطه از نظام جمهوری اسلامی از سوی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه یه طنزه. عملا کسی الان در این کشور رئیس جمهور میشه که به نوعی در واقع رئیس دفتر اون نهاد هست و مندیات رهبر جمهوری اسلامی و این خواسته های بی حد و حصر فرماندهان سپاه رو میخواد برآورده بکنه. اینه که چیز عجیبی نیست اگر ما بگیم که دیگه کسی که در واقع سرش به تنش میارزه و برای خودش استقلالی قائل هست نمیتونه وارد این نهاد بشه، یا اونها نمیپذیرنش، یا اگر هم میخواد بیاد توی نهاد اینجا بشینه باید فقط بلاغوانه بود نهاد توی بالتر بشه. و از طرف دیگه روزنامه جوان بود میبینیم که به مسعود پزشکیان پرداخت و گفته اسلام طلبان از همین کاندید اسلام طلب هم ناراضی هستن. بیشتر هم بود دقیقا من فکر کنم پزشکیان پست خروزی بود که شما میگوان زیر پای این افراد انداخت. رو اینو باور نمیکردم که پزشکیان تایید بشه. پزشکیان به هیچ عنوان حداقل استانداردهای ادعا شده از سوی این جریان رو نداره. یک تبلیسی ها ضعیف هست، اساسا در قد و قواره رئیس جمهور نیست، در قدره تشکیلات تیمی که بتونه تیم کارواندی که باید آدم کار بکنه وجود نداره. همه کسانی که کارشناس هستن به نوعی چند سر و گردان از خود پزشکان بالاتر هم که در دستگاه این آدم میخوان کار بکنن به نوعی براشون در واقع کوچک شدن هست. اینی که اساسا قد و قوارش نیست و اصلاح طلبان هم در معرض آزمون بسیار بسیار سخت قرار گرفتن، برای که وعده هایی داده بودن، ادعاهایی کرده بودن بر پیگیری خواست مردم. اگر این آدم رأی بیاره تازه مشکلات اینها شروع میشه، به خاطر اینکه هیچ کدام از این شعارهایی که در سالهای حداقل چند سال اخیر رو برای همراهی با مردم به خطبه از پروژه مهسا اینها دادن که در کنار مردم نیستن و هیچ کدامش رو این آدم نمیتونه برآورده بکنه.
بلا و قربانگویی پزشکیان به در واقع عوامل بالا دستی، حتی از اون کایده های اصولگرا هم بیشتر بدتر خواهد بود. یعنی اساسا حتی در قد و قواره یک رئیس جمهور معمولی که حداقل استقلالی از خوش بود نداره، این آدم طبیعتا این آدم برای اینکه مطلوب نهادهای بالا دستی قرار بگیره سعی کرده که این روزها ارادت خودش رو حداقل به علی خامنه‌ای. درود بر شما و تمام عزیزان. جاوید شاه، جاوید خاندان ایران ساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان با اون تاج همیشه طلایی، مثل همیشه سرفراز و پیروز و موفق باشید و بدانید که مخالفت اوسون شو انتخاباتی و سیرک انتخاباتی هم ازش عبور خواهیم کرد و مطمئناً جمهوری اسلامی هر بازی که به راه بیاندازه بازیگردان اصلی ما هستیم و تصمیم گیرنده اصلی ملت ایران هست. مطمئن باشید دوستان اهورایی که روزهای حساس تاریخ هستیم و جمهوری ملایان هم در تنگنای همه جانبه قرار گرفتن، چه از نظر جهانی و چه از نظر بیرون از جهان و درون کشور اهورایی ما. یادتون باشه مصاحبه اعلی حضرت با یک رسانه عربی که امشب برگزار شد در مورد اسرائیل بارها ازش پرسیده شد، مواضع اعلی حضرت و ایران آینده و ایران اهورایی ما و ایران پادشاهی ما چه خواهد بود و چه اتفاق بزرگی در راه و دوستی دو ملت بزرگ اسرائیل و ایران دوباره سرلوحه تمام منطقه و جهان خواهد بود. این پیروزی رو بر اساس این تفکر باید جشن گرفت در ایران اهورایی که بعد از ریزش تمام جمهوریت ها در ایران اهورایی ما و ایران جاودانه ما، کار این معماسازان و این نابخردان و این جمهوری طلبان و این ملائیسم های نوع اسلامیش برای همیشه از ایران اهورایی ما برچیده خواهد شد و کار به اما و اگرهای بعد خواهد بود. این تصور غلط رو جمهوریت ملی آخوندیست فکر میکنه ملیست، اما ملی نیست. این جمهوریت آخوندیست میدونه کارش به تنگ یک دیوار سختی خورده به نام نه بزرگ مردم و حفظ نظام خودش رو در خطر میبینه و میدونه که ملیگرایی بر هر چیزی فائق خواهد اومد. امروز وضعیت مسلم پزشکیان و زاکانی و قالیباف و همه اقشاری که برای شماها به وجود آوردن برای ما از دیرباز معلوم بود و در تفسیرش مردم ایران هوشیارانه عمل کردند. امروز جمهوری اسلامی این رو به وجود پادشاه به ایران حتمی تر. مطمئن باشید وضعیت جمهوری اسلامی تا جایی به پیش رفته که زاکانی میاد و در یه پست قبلی هم براتون گذاشتم. زاکانی میاد و ادعا میکنه برای ملت ایران که من میتوانم، صدا اگر دوبله میشه بچه ها بگید، صدای من اگر دوبله میشه بگید بچه ها. زاکانی میاد و وعده گوشت میده به ملت ایران که گوشت رو ارزان میکنم، گوشت گوسفند، و مردم برن به راحتی گوشت بگیرن. اونا نه این شکل در صف ایستادن، بلکه به یک شکلی دیگر و به تشکلی دیگر که با اینترنت مردم یک اپلیکیشنی رو از خواهند کرد و به صورت راحت برای مردم ارسال خواهند کرد. عزیزان من، جمهوری اسلامی وعده نفت داد، ازش آن چیزی ثمره شد که شما دیدید. عزیزان، جمهوری اسلامی خمینی وقتی آمد به شما وعده انسانیت داد، او این که خودش انسان نبود، دیوی بود در لباس انسان و به مردم ایران تحمیل شد. جمهوری اسلامی تمام هم و غمش بچه های عزیز اینه که بتونه در هر شرایطی شما ملت ایران رو پای صندوق های رای بکشونه، حالا با وعده های و پیشفرض هایی که برای شماها تشریح کرده،
مثل همین امروز که زاکانی اومد و اعلام کرد من اگر بیام برای ملت ایران گوشت رو ارزانی خواهم کرد و از قیمت 700 هزار تومان یا 800 هزار تومان به 367 هزار تومان تحویل ملت خواهم داد. ملت ایران، ما درست گرسنگی کشیدیم، ما درست سختی کشیدیم، ما ملت ایران درست در تحریم های مختلف خود جمهوری اسلامی و عمالش سختی های فراوان را متحمل شدیم، اما این گوش رو ارزانی خودش بدانید. ملت ایران ملتی است فهیم، دانا، باهوش، باذکاوت و مقتدر، دوران طلایی پادشاهی رو طلب میکنه. صدای جاودانی مردم عزیز ما در خیابانها، رضا شاه روحت شاد، نوید این رو میده که گوشت باید و اقلام دیگر باید به رایگانترین قیمت نزد مردم اهدا بشه، دیگه کسی صف نبینه و در صف قرار نگیره، دیگه هیچ مردم ما در زجر و در بدبختی جمهوری اسلامی توی این 40 سال، همه مردم ایران باید بدونن ما با عبور از جمهوری اسلامی بساط تمامیت این خدعه ها و نیرنگ ها و وعده های انتخاباتی همه و همه رو برخواهیم چید. ملت ایران گول نخواهد خورد. آقای زاکانی، ما شما رو میشناسیم، ما میدونیم که اینترنت توسط چه کسی قطع شد، ملت ایران در کف خیابان برای احقاق حقشون توسط چه کسانی به شکلی فجیع کشته شدن. این بی غیرتی شما سردمداران جمهوری اسلامی است که از پوست کرگدن هم پوستتون کلفتر شده. با این وعده ها ملت ایران رو نمیتونید گول بزنید. ملت ایران رو حتی اگر شما بیایید و گوش رو هم ارزانی کنید رأی نخواهند داد. ملت ایران اگر این تصور غلط رو برای این جامعه آخوندیست و عمالشان در خارج روشن نکنه، دیگه باید منتظر معجزه دیگر بود و تفسیری دیگر بود. پای صندوق رأی رفتن یعنی خیانت به تمام مقدسات ملیگرایی ایرانی ها. پای صندوق رأی این نابخردان رفتن یعنی اینکه شما به دست خودتان جاوید نامانتون رو به قتل رسوندید. گوشت ارزان شود، اونم توسط زاکانی ها و جمهوری اسلامی ها. گوش رو بر چه اساسی میخوای ارزان کنی؟ با کدام معیار؟ با کدام پول؟ با کدام اقتصاد و اقتصاددان؟ ملت ایران از شما عبور خواهد کرد و خواهید دید که این جرثومه‌ای به نام حکومت دینی ملایان رو از پیش رو برخواهد چید. ملت ایران انقدر آگاه هست که با خدعه های شما بیگانه نیست، با گفتمان رهبر کبیرتان بیگانه نبود و نیست، با وعده های رهبر حاضر شما بیگانه نیست، با تمام جنایتکاران تا رئیسی جنایتکار پور محمدی جنایتکار، با کارنامه سیاه قالیباف و امثال این افرادی که جلیلی ها و دیگران بیگانه نیستیم. ما را با وعده گوشت به پای صندوق های رأی میخوایی بکشونی، اونم از قیمت 700 تومن به قیمت 360 هزار تومن؟ تو چه فکر کردی مردم ایران رو؟ کی فرض کردی ملت ایران رو؟ تا شما رو در چاه جمکران مدفون نکنیم با اراده ملی، دست از مبارزه بر نخواهیم داشت. این خودها ها رو برچینید و به گورستان تفکری خودتون ببرید. این ملت ملتی آگاهه، ملتی با شما بیگانه است، شما رو تجربه کرده اما از شما عبور خواهد کرد. ملت از شما نفرت داره، از هر چه عمامه است نفرت داره، از هر چه نعلین در تاریخ نفرت داره. شما کاری کردید که ملت ایران اگر در گذشته به دینی هم اعتقاد داشتن از دین هم عبور کردن.
90% آنهایی که نماز میخوندن، طواف میکردن، روزه میگرفتن، اعتقاداتی داشتن، از پس دین شما بی دین شدن. نه که به دین دیگه ای بگرایند، نه، بی دین شدن. ما از جمهوریت اسلامی شما عبور خواهیم کرد. ما مشکلمون با خود شماست، با خود شما. جرسومه هایی که غاصبانه مملکت من و شما رو غصب کردید و فکر کردید ما سکوت خواهیم کرد. خیر، این زمانی است که تاریخ برای ایرانی ها برگ زرین خودش رو مهیا کرده. زمانی است که ایرانی ها باید بدانند که این جرثومه رو باید در چاه جمکران مدفون کنند، با سه امام غائب و حاضر و راحلش، و بر روی آن چنان بتونی بریزیم که دیگر خود اگری در اندیشه این تفکر غلط برای نه مملکت ما، برای تمام ممالک به وجود نیاد. این همان موجود کثیف و پلیدی بود که اعلی حضرت شاهنشاه آریامه بارها فرمودند این سیاهی شوم و ارتجاع سرخ و سیاه ایران مرا فرا خواهد گرفت. ما به اعلی حضرت شاهنشاه آریامه که چند روز آینده روز وفات او و وفات بزرگ مرد ایران رضا شاه بزرگ خواهد بود، ثابت خواهیم کرد که ما فرزندان و نوادگان رضا شاه و محمد رضا شاهیم. چنان در خیابان ها بگوییم جاوید شاه که رعشه بر تمام اندام شما بسیجی ها، شما نابخردان، شما ضد انسانیت ها، چنان رعشه بیفتد که در تاریخ به ثبت برسه. چنان بگوییم جاوید شاه در کف خیابان و همه با هم با اراده ملی فریاد بزنیم، شاه خود رو صدا بکنیم که تاریخ به یاد نداشت. چنان این سرزمین رو بسازند بزرگان ایران زمین و مردان و زنان دست به دست هم این سرزمین طلایی رو دوباره آباد کنند و مراوداتمان با تمام کشورهای جهان آنچنان زیبا و با شکوه باشه که زبان زد خاص و عام در دنیا شدیم. پادشاه زیبا روی ما رو دیدید، پادشاه خوشتیپ شما رو دیدید، پادشاه مردم دوست و ملی پوش و ملی گرد و ملی اندیش و ملی تفکر رو دیدید که چگونه در مقابل رسانه‌های عربی، انگلیسی، فارسی، همه و همه ایستاد و گفت رأی مردم و حرف مردم قاطعانه یک چیز است، رأی بی رأی، و ما رأی نخواهیم داد. پادشاهی که توانست خودش در غرب باشه، در خارج از کشور باشه، مردمش در درون او رو صدا بزنن، به این میگن محبوبیت، به این میگن اقتدار، به این میگن عمل کرد، به این میگن همون چیزی که جمهوری اسلامی 40 ساله با تمام تحجراتش در مقابل ملت ایران ایستادگی کرد و با وعده های آنچنانی مردم رو پای صندوق های رای کشونده. ملت ایران رای که نمیدن هیچی، از شما باید عبور بکنن. براندازیم، ما براندازیم و حکومتی رو بر ایران حاکم خواهیم کرد که شایسته سالار باشه، ایرانی باشه، مردم دوست باشه، ملت ایران رو در اولویت افکار خودش بدونه و رفاه ملت ایران رو در اوج علای خودش بدونه. ما مردمی نیستیم که سال 57 با ندانسته ها به رنگ و روی چپگرایان لبخند خوش بزنیم. هرگز. ما ملتی نیستیم که بخواهیم
مائیست و امثال کمونیست و امثال توده‌ای و امثال مجاهد ناخلق و امثال کوچک خانها رو بیایم و برای خودمون الگو قرار بدیم. ما ملتی هستیم این بار الگوی ما پادشاهان ماست، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ، شهبانوی عزیز نازنین ما، مادر ایران زمین و خاندان ایران ساز پهلوی الگو میخواهید. این ملت از هر آنچه که شما تصور میکنید عبور کردن. خیلی خیالتون باطله که فکر کنید با گوشت وعده گوشت دادن و گوشت را ارزان میکنم و زاکانی. مگه ما فراموشمون شده در پارک شهر تهران همه ایستادن درخت ها رو قطع کردی که مسجد بنا بکنی؟ ملت ایران بس که مسجد در محله هاشون دارن دل زده از دین و نفرت از دین شما پیدا کردن. چی میگی؟ ملت ایران ملتی است که از شما عبور کرده، شک نکنی. آقای شکلات خوب گوش بده، تویی که پایین پینت کردم، بچه توسی، بچه مجاهد ناخر، جرأت داری بیا بالا دو کلام صحبت کن. اینجوری ای مینویسی چکشی، نهایتش یه کلیک بندازمت بیرون. جرأت داری بیا از این مطلبی که نوشتی دفاع بکن. اینقدرم رهبرم رخرم نکن. ملت ایران وعده گوشت رو نمیپذیره. ممکنه بیان گوشت رو ازت بگیرن، اون احتیاج دارن، هیچ ایرادی هم نیست، مردم برن گوشت بگیرن اگر دادن. قیمت پایین بهتون دادن، برید بگیرید اگر دادن. اما در انتخابات کثیف شما شرکت نخواهند کرد. ملت ایران گوشت رو و اقلام دیگر رو همه رو ارزان خواهند داشت و خواهند خواست و خواهند داشت. پادشاه پادشاهان به ایران بیاد، فاتحه مع الصلوات شما خونده است. پادشاه ایران زمین به ایران بیاد، کاری میکنیم که در جهان نمونه جهان باشیم. وعده سر خرمن به ملت ایران دادن غلط است. ملت ایران از شما عبور کرده و خواهد کرد، خواهیم دید. ما در بزنگاه تاریخ هستیم، خط تراز ما خط براندازی است و بس. سلام، رأی چیه؟ کسی رأی نمیخواد بندازه. حالا تو این وعده بده گوش رو ارزان میکنم. مگه خمینی دجال شما وعده نفت رایگان، آب رایگان، برق رایگان، بلیت اتوبوس رایگان و مقام انسانیت رو به ملت ایران نداد؟ کدام یک از اینها رو شما برآورد کردید برای ملت ایران؟ درود ناصر عزیز، درود اتحاد عزیز، درود به تک تک شما. ناصر جان اگر خواستی بیای بالا فقط یه مطلب بنویس که من بیارم. ملت ایران از شما عبور کرده و خواهد کرد. اتحاد جان یه درخواست بزن فداتون بشم. ملت ایران از شما عبور خواهد کرد و بهتون ثابت خواهم کرد در نقش حساس تاریخ همه ما خواهیم هستیم و خواهیم بود. ملتی که از عبور از شما به راحتی هرچه تمامتر عبور خواهد کرد و بعدها بسیاری از کارشناسان خواهند نوشت که اینان بودن به این راحتی رفتن، ما میتونستیم و انجامش ندادیم، چرا کم کلوتفی کردیم، چرا دیر اومدیم، چرا 96 انجامش ندادیم دیم. چرا 98 انجامش ندادیم، چرا در جریان مهسا تمومش نکردیم؟ این جرثومه فساد رو ما در سطل زباله تاریخ که همان چاه جمکران باشه اگر نکردیم، شما بگید من هیچی سرم نمیشه. ما ملتی کبیریم، دیر گرفتیم ولی شیر میگیریم. این مثالیست. اینا که شیر نیستن، کفتار هم نیستن، روباه هم نیستن. اینا ملت ایران رو موش آزمایشگاهی فرض کردن. به کوری چشم همه نابخردان پادشاهی که به ایران بیاد، ایران ساز، مردم دوست و ملیگراست، مردیست که برای ایران زاده شده، مردیست که برای ایران
متولد شده، مردی است که برای ایران وقف شده، مردی است که برای ایران و ایرانی زندگیش رو صرف کرده. ببینید دیشب جشن سالگرد ازدواجش بود، امشب مصاحبه با یک شبکه عربی دیگر. کدام آخوند رو شما دیدید؟ ببینید امروز برای شما پخشش نکردم، یکی از همین کارگزاران جمهوری اسلامی که بحث انتخابات و مسئله اون معاوضه و تلفظات همدیگر رو میخوان برگزار بکنن به عنوان رسانه، میاد میگه آقا قرار بود شما به ما نهار بدید و ندادید. این ملت ایرانه؟ جای هویدای نازنین جاویدنام اینان میخوان بنشینن؟ مگه 40 سال ننشستن؟ چه کردن؟ چه توفیقی برای شماها به وجود آوردن؟ اگر غم ما فقط گوش بود آقای زاکانی، کار به اینجاها نمی کشید که من امروز در خارج از ایران فریاد بزنم و جاودانه های دیگر فریاد بزنن جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. آقای جلیلی، مگر ما تو رو فراموش کردیم که چه بر سر این ملت و این مملکت آوردی؟ پور محمدی، جانی بلفطره، مگر ما فراموش کردیم که مادرانی رو داغدار کردی؟ مگر ما شما رو فراموش کردیم که چه بر سر این ملت اهورایی آوردی؟ کدام دوره به حرف ملت ایران گوش دادی که امروز ملت ایران به شما گوش بده؟ گوش ها نه اون گوشته. حالا یه وعده ای داده این لامصب، در تلفظش هزار تا تمثیل میشه بود. یکی داره میگه گوشته چیه، حالا بحث اینو بذاریم کنار. ما با جاوید شاه شما رو ویران خواهیم کرد. ما ملتی هستیم که از عبور از شما داریم به شکلی بسیار بسیار اهورایی عمل میکنیم. پادشاه ما با قدرت هرچه تمامتر در صف اعظم ایستاده. این مصاحبه هایی که با جریان عرب ها دیدید در مورد اسرائیلی ها چی میفرمودن، دیدید که این سوال و پرسش پاسخ ها از چه منبعی میاد بیرون. دیدگاه های اعراب منطقه نسبت به پادشاه عزیز ما در مورد اسرائیل و جریان اسرائیلی ها و اعراب و فلسطینی ها دیدید چگونه بود؟ چه زیبا، چه شیک شیک و چه متمدنانه برخوردش و گفتگوش رو بیان کرد. ایرانی امروز هویتش رو و وجودش رو به هیچ یک از این نابخردان نخواهد بخشید، نخواهد فروخت، چه برسه به گوشت رایگان و نمیدونم وعده سر خرمن. آقای زاکانی فکر کرده ما ملت ایران سال 57 که خمینی اومد به ملت ایران گفت من به شما رو وعده میدم نفت رو سر سفره‌هاتون بیارم. مگر احمدی نژاد همین وعده رو نداد؟ هنوز هم که هنوز اون 45 تومن یارانه ای که میدادید بعضی از خانواده ها دارن میگیرن، هی کم و کم و کمترش کردید تا افراد هم از شما دل زده شدن. دیگه ملت ایران گوش به وعده های شما رو مثل پشمک میدونن. خوب گوش بدید عزیزان به این مطلب. اتحاد یه بار دیگه این پیجمو بیارم بالا، بعد عزیزم شما رو میارم. ببینید کافی بود ملت ایران و ملت فهیم ایران از قشر خاکستریش تا قشرهای دیگرش همه به یک نتیجه برسن، وعده سر خرمن آخوند. کافی بود مردم ایران در اسفند ماه گذشته پای صندوقهای رای نرن و اثبات کنن که ما رأی نخواهیم داد و تنفر و انزجار خودشون رو از حکومت بیان کنن با یک حرکت نافرمانی مدنی. این اتفاق برای جمهوری ملایان بسیار بسیار گران تمام شد. میدونید چرا؟ چون امروز باید خامنه ای بیاد التماس شما کنه که براتون پخش کردم. باید خامنه ای بیاد از شما استدعا بکنه که شما بیاید رای بدید.
و ما رأی نخواهیم داد. هرچه اینا پا فشاری کنند بر اینکه شما در پای صندوق های رأی برید، مردم قوی تر، انزجارشون بیشتر، نفرتشون 100 چندان از شما بیشتر خواهد شد. ملت ایران یک تصمیم قاطع داره و آوردن فرزند محمد رضا شاه و شکوه و جاودانه دوباره ایران اهورایی. ما ملت کبیریم بچه ها. تصمیمتون رو گرفتید، پای تصمیمتون باید بیستید تا موفقیت رو در ایران اهورایی جاودانه جشن بگیریم. یادتون باشه عزیزان من، این انقلابی که پیش روی ماست ثمره تلاش تک تک شما و جاوید نامان دیگر در گذشته نچندان دور ما و دور دوران با شکوه پهلوی هاست. امشب به این عشق با هم در این سرزمین اهورایی فریاد خواهیم زد همگان جاوید شاه. خواهید دید بعد از این شو نمایشی و اون رسانه‌ای که به وجود خواهند آورد، اختلاف ها و شکاف ها چگونه پدیدار خواهد شد. هر کدام از اینها برای کسب مقام ریاست جمهوری ننگین خودشون فریاد خودشون رو بر دیگری بلند خواهد کرد و ملت نظارگر خواهد بود که کدام و کدام و کدام یک از اینها راه رو برای مسئله براندازی در فردای آن روز بازتر خواهد کرد. اشتباه تاکتیکی که خامنه ای کرد کار رو به جایی کشون که روزگاری ما نمیتونستن مردم در ایران اعتراض کنن، امروز فریاد، بچه ها تو خیابون فریاد میذارن مرد بر خامنه ای، مرد بر دیکتاتور. یادتون باشه ما یه دورانی در پیش از داستان امروزی شما این اینترنت ها داشتیم، حتی کلام خمینی داشتنش اعدام بود. نوارهای کاستی که از او به جای مونده بود امروز در فضای مجازی به راحتی شما به صورت پست انتشار میدید و دست به دست میکنید. یک زمانی عزیزان من در ایران جرم محسوب میشد و اعدام حکمش. امروز تمام خود مخالفینش، ببینید یادتون باشه طرفداران ولو اینکه احمدی نژادها، ولو اینکه اصلاح طلبان، ولو اینکه بسیاری از این افراد مثل اون لاریجانی ها به این نتیجه رسیدن که آن کس که باید بیاید فرزند نیک محمد رضا شاه است، نه این جرثومه ها. منتها دستشون به خون ملت آغشته است، میترسن بیان کنن. میدونن که در قضاوت ملت ایران هیچ چیزی جلودارشان نخواهد بود و اینها رو بر همان درخت ها و همان تیرک های برقی خواهند آویزان خواهند کرد که محمد رضا شاه و رضا شاه عزیز آنها رو بنا کردند. اتحاد نازنین جاوید شاه من در خدمتم، بفرمایید بریم روی بحث و عزیزان رو هم دعوت کنیم. به نام ایران، به نام جان باختگان راه آزادی، درود بر شما جناب سهراب و همه دوستانی که در لایو هستن و صدای ما رو میشنوند. درود بر شما. درود بر شما جناب سهراب. ببینین دوستان عزیزان، ما در 45 سال جمهوری اسلامی با هر نمایشی و فریبی اومد به هر حال ریاست جمهوری رو انجام داد و خودشون انتخاب کردن و این روزا رو که ببینین که خودشون میارن خودشون میکشن. اینی که رئیس جمهوری ما در ایران 45 سال جناب سهراب نداشتیم، همه اینا مترسک بودن و آبدارچی بودن. اینی که ما به خوبی میدونیم که مردم ایران امروز به اون آگاهی رسیدن و هیچ رئیس جمهوری اگر وقتی قول میدن نمیتونه کار انجام بده. جناب سهراب واقعا اینها رئیس جمهور کاری نیستن. اون کسی که هست خامنه ای هست و اون دستور میده آقا چیکار کنی چیکار نکنی. بعد رئیس جمهور کاری نیست. اگر رئیس جمهور کاری بود 45 سال
جناب سهراب به هر حال یکی میومد چی یه کاری انجام میداد. ما نگاه کن در این 45 سال چه کاری مثبت اینو انجام دادن. امروز جناب سهراب درختای ایران، شما امروز یه پستی دیده بودی اگه با تانکر داشتن آبیاری میکردن. بله درختای مرزن شیراز بود. بله خب ببینین جناب سهراب حساب کن دیگه، امروز درخت ها حتی حیوانات ایران هم رم اینا نکردن، واقعا رم نکردن جناب سهراب. خب این مردم یعنی بیدار نیستن، این مردم یعنی آگاه نیستن، این مردم یعنی تا این 45 سال این جوانانی که اومدن در کف خیابان اعتراض کردن آقا ما بیکار هستیم، پول نداریم و حتی نور شب هم نداریم، پس این مردم جناب سهراب پای صندوق رای نخواهن رفت. یه سری جناب سهراب سایبری هایی که میان این فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، آقا میخوایم فلان کنیم اصلاحات. آقا کدوم اصلاحات؟ اصلاحات یعنی چی؟ اصلاحات وجود نداره. اینها اگر میخواستن درست بشن و میخواستن بشن میشدن و نه اینا خودشون نمیخوان. آقا کاری نیستن. وقتی که کشور دست بیگانگان هست، منافع ملی دست بیگانگان هست، اینها جناب سهراب کاری نمیتونن انجام بدن. چون کشور فروخته شده. کشور به خاطر قدرتی که این آقایون که بمونن کشور دادن که سر قدرت بشونن و اونها تصمیم میگیرن جناب سهراب و همین دوستانی که در لایو هستین. خود آخوندا کاری نیستن که تصمیم بگیرن چی کار کنن چی کار نکنن. قدرت های خارجی اونا هستن تصمیم میگیرن آقا چی کار کن چی کار نکن. چرا؟ چون کشور فروختن، تمام منافع ملی زیر دست بیگانگان هست. حالا باید چی کار کرد؟ این جا خیلی مهمه. اولین کاری که میکنن مردم با پای صندوق رای نمایشی سیرک انتخابات دعوای شرکت کنند. دو، مردم برای نجات خودشون و برای نجات کشور باید همگی در کف خیابان ها باشن جناب سهراب. کاری هم نداره. آقا این همه کشورها انقلاب کردن. چجوری انقلاب کردن؟ همه مردم اومدن کف خیابون انقلاب کردن. کاری هم نداره که 50 میلیون بریزیم بیرون در عرض 24 ساعت آخونده فرار میکنن. این همتی هست که جناب سهراب باید همه مردم بدونن اگر واقعا میخوان انقلابی بکنن با اون رفاه با اون آزادی که با ماگ داشتیم 50 سال پیش. حتی تو قدرت پولی جناب سهراب امروز داشتید تو لایو کروش هم میگفتید قدرت پول ما زمان شاهنشاهی آریامه مساوی با دلار بود جناب سهراب. امروز من داشتید صحبت میکردید. خب چرا با همین پول ملی پول ایرانی کشور خارجی اروپایی ما خرج میکردیم؟ دلار سلا میشدن برای ما، سر تجمیر فرود میوردن. بله دلار آفرین دلار راست میشدن، احترام میذاشتن. اصلا آقا پاسپورت اگر نداشتی میگفتی شناسنامه داری، شناسنامه ایرانی داری، اصلا میپذیرفتن. امروز پاسپورت ما آقا تو افغانستان قبول ندارن. چرا قبول ندارن؟ به خاطر که آقا که این حکومت حکومت تروریستیه، حکومتی که در مشروعیت نداره دیگه تو این دنیا و واقعا که آخونده سالهای سال این همه ترور و خیانت و جنایت رو کردن که این حکومت بمونه که تا حالا موفق شدن. و امروز دیگه اینا جناب سهراب دیگه اینا خودشون دیگه فهمیدن که مشروعیتی ندارن و باید برن و اینها هم باید تنها رایی که هست مردم باید بیا کف خیابان و اینا رو زیر زبر کنن، اینا رو نابود کنن. دوستان عزیزان اینا ایرانی نیستن. ما چقدر دیگه بیایم میگم اینا ایرانی نیستن جناب سهراب؟ مطمئن باشی دوستان عزیزان بعد انتخابات مطمئن باشید همه چی گران خواهد شد، حتی دلار.
همه چی دوباره، حتی کرایه خونه، حتی ماشین. بعد انتخابات حالا جناب سوال نگاه کنین، من دارم امروز بنویس اینو، بعد انتخابات همه چی گیرن خواهشو. پس با نک فریب نخورین، فریب گولای اینا رو نخورین. اینها آقا کاری نمیتونه انجام بدن جناب سوراب. من صحبتم کوتاه میکنم. من امیدوارم که مردم خواهش میکنن این دفعه سپاه صندوق رای نرن و خیانت به خودشون، به فرزندانشون نکنن، حتی به این آب و خاک نکنن. پس کنن دیگه، پس کنن از این انتخابات نمایشی که اینا میذارن، سیرک انتخابات رو تحریم کنن. این میخوام اتحاد اینه که این خواهش میکنم.